به نام خدا. چقدر به نام خدا می نوشتیم تو همه صفحه ها را. اجباری اگه نبود به نام خدا کتک ما می زدن. ولی خب من دوست داشتم به خاطر اینکه وقتی که مثلا بر رو نویسی می کردیم گفتن یه صفحه فلان چیز رو بنویس، من خط اول می نوشتم به نام خدا، زیرش می نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش هم می نوشتم با تشکر، خودش سه خط کم می کرد. برنامه اسفنج برای آدم بزرگ طراحی شده. این برنامه جای روانکاوی رو نمیگیره و بیشتر یک گپ دوستان است. در صورت نیاز به مشورت پزشکی حتما با روانپزشک تماس بگیرید. مراقب خودتون باشین. سلام برسونید. به برنامه خودمونی اسفنج در استودیو استادای آمریکا در شهر نیویورک خوش آمدید. دوستان فارسی زبان در هر جای دنیا که هستین، اگه مشکلی، نگرانی، دلواپسی دارین، رازی تو دلتون گیر کرده یا اگه موضوعی است که خجالت میکشید در موردش صحبت کنید، بدونید که ما برای شما اینجا هستیم تا با هم تابوهای پوسیده و عقب مونده رو بشکنیم. برای شرکت در برنامه اسفنج میتونید به صورت ناشناس یا شناس با ما از طریق شماره تلفن 201-268-94-076 که هزار دفعه تکرار میکنیم تماس بگیرین و با یک پیام کوتاه در سیگنال و واتساپ و تلگرام یه پیام کوتاه درباره موضوعتون بگین. ما همه پیام ها رو چک میکنیم و برای شرکت در برنامه های آینده باهاتون تماس میگیریم. در ضمن من سامان اربابی، دومین مهمترین آدم کره زمین هستم، در کنارم سومین مهمترین آدم کره زمین امید ایرانی پول، فعال حقوق برابر جامعه LGBTQ+ و صندلی کناری هم آتش مهربان، روانکاو خوب برنامه. با عرض درود بیکران به دوستان عزیز. سلام. درود فراوان. سپاس. یه کوچولو فهمیدم که آتش رفته بود 4-5 روز دور از 4 روز. 4 روز رفته بودن توی جنگل. تلفن رو قطع کردی؟ همه چی قطع. فقط با نیچر، با طبیعت و با آدم ها. 4 روز یعنی نه اینترنت، نه اینستاگرام، نه هیچ. و قبل از اینکه برم یه پست اینستاگرام زدم که دارم میرم و دیگه بعدش تلفنم رو قطع کردم تا برگشتم نیویورک. ولی روز اول خیلی سخت بود. از چه نظر؟ به خاطر اینکه میخواستم بدونم مثلا اگه کسی نگرانمه، میخواد با هم حرف بزنه، نمیدونم، شاید خودم میخواستم ببینم چه خبره. ولی روز دوم، سوم، چهارم اصلا احساس واقعا شروع کردم نفس واقعی کشیدن. اصلا نگران این نبودم که دنیا. معمولا قطع میکنی مسافرتاتو میری یا که همیشه روشن هست این دفعه رو نکردی؟ این دفعه کاملا هر 4 روز قطع کردم، ولی اصولا مثلا بعد از 2 روز یه بار یه چکی میکنم. این دفعه اصلا چک نکردم تا سوار ماشین شدم. خیلی ارادت طبیعیه، واقعا عالی بود. خیلی پیشنهاد میکنم این کارو انجام بدین. من از وقتی که گوشی خریدم تا الان گوشیمو نذاشتم زمین. راست میگی، خیلی ها اینطورن. تو قطع میکنی تلفن تو؟ نه بابا، من نمیدونم، خیلی تلاش میکنم. اصلا روحیه خیلی خوبه. من نهایتاً خیلی خیلی تلاش بکنم اینه که وقتی سفرم ایمیل های کاریمو چک نمیکنم. چک میکنم، جواب نمیدم. بله. بریم به تلفن اولمون. مریم رو خط داریم. مریم جان صدا تو میشنویم، مرسی که زنگ زدی. سلام، وقتتون بخیر. مریم جان، وقت شما. صدای منو دارین؟ بله، بفرمایید. خیلی ممنونم. من مریم هستم، 27 سالمه، از ایران تماس میگیرم. دو تا سوال داشتم. اولین سوالم در مورد این هستش که مرگ زود هنگام والدین چه تأثیری بر روی زندگی شخصی، اجتماعی، کاری در واقع فرزندان میذاره و اینکه هم تاثیرات کوتاه مدتش هم میخوام بدونم، هم در مورد تاثیرات بلند مدتش. و سوال بعدی هم در مورد ترس از دست دادن نزدیکان هست. این دو تا سوال رو برای این مطرح کردم چون خودم حدود 12 سال پیش مادرم رو از دست دادم بر اثر کانسر و از اون زمان با پدرم زندگی میکنم و طی این مدت حالا تخفیه خیلی زیادی هم دیدم، ولی خب پدرم همیشه حامی من بوده، همیشه من رو ساپورت کرده و هیچ وقت اون سختگیری هایی که شاید تو بقیه خانواده ها برای حالا دخترهایی مثل من حالا دارن رو من هیچ وقت تجربه نکردم. اوکی. 15 سالتون نظرتون رو در مورد این دو سال بدید. شما 15
چند سال بود مریم جون که گفتی مادرت از دست دادی؟ هم حدودا 16 سالم یا 15 سالم بود. زیر سن بود. دوران دبیرستان بودم. ببین از دست دادن مادر پدر تاثیرات زیادی میتونه روی فرزندان بذاره، تاثیرات منفی زیادی میتونه بذاره، مخصوصا تو کدوم مرحله زندگی هستی، مثلا 5 سالته، 10 سالته، 15 سالته، 40 سالته. عکس العملمون با احساساتمون متفاوت تره تو هر سنی که هستیم، ولی 15 سالگی سن خیلی سختیه که یه دختر مادرش از دست بده. یعنی تو سن 15 سالگی همه 15 ساله دختر 15 ساله واقعا به مادرشون نیاز دارن. تینیج سالای تینیج خیلی مهمه. خیلی سالای مهمه. من متاسفم مادرتون از دست دادین تو این سن. و اینکه چند مدت طول کشید، یعنی سوگواری یه مرحله طولانیه، بعضی موقع ها سالیان سال طول میکشه و یه قسمتی از سوگواری انکار قضیه است که مثلا نمیخوایم باور کنیم که کسی رو که دوست داشتیم از دست دادیم. شاید مثلا توی 5 سال طول کشید که قضیه رو قبول بکنه. نمیدونم آره. مرحله سوگواریتون چطوری بوده؟ یه چیزی که خیلی ها بهش اتفاقا فکر نمی کنن که خب خودم هم تجربه داشتم، اینه که مریم مثلا 15 سالگی مادرش از دست داده، ولی مادر پدرهایی که مریض میشن و بالاخره یه زمانی از دنیا میرن چند سال قبل این پروسس مریضی ها و دیپرشن هایی که پیدا میکنی شروع شده، که برای سنی که مریم 15 سالگی از دست داده بدون مثلا از 12-13 سالگی حتی شروع شده، که اون خودش یه ضربه خیلی وحشتناکه، چون جلوی چشمت میبینی مادر پدر دارن از بین میرن. آره. تا روزی که اتفاق میفته، یعنی برای آدم که کم سن بوده مثل مریم این خیلی حتی زودتر رو درناک. مریم جان من یه سوالی بپرسم قبل از که آتش جواب بده. بعد از فوت مادرتون خود شما یا پدرتون هیچ کدومتون کمکی حرفه‌ای گرفتین برای این سوگواری، یا فقط سب کردین تا زمان بگذرونتش، یا پیش کسی رفتین که کمک بکنه؟ مثلا پدر شما کمک حرفه‌ای از مثلا یه مشاور گرفت که چجوری یه تینیجر رو تنهایی بزرگ بکنه و اینا؟ من خودم که نه نگرفتم، به این دلیل که خب دو سال بعدش کنکور داشتم، فشارهای درسی و کلاس و آزمون و این چیزا داشتم، ولی یه حدود شاید 5-6 سال بعدش این کار رو کردم، پیش تراپیست رفتم. و اینکه پدرم هم همون موقع نه، چون خیلی همه چیز خیلی یه دفعه اتفاق افتاد و من یک سال بعدش مادرم رو از دست دادم و اینم باز یه شوک دیگه بود. ولی خب بعد از چند سال که پزشک رفتن مبتلا به افسردگی شده بودن، افسردگی درسته. صداشون قطع شد. ببین چند تا چیز متفاوت دارم میشنم. ببین یه چیز خوبی که میشنم اینه که پدرتون باهاتون حامی خیلی خوبی براتون بود. خیلی آدم ها که مادرشون از دست میدن پدری بالا سرشون نیست، یا اگه هست حامی خوب نیست. خیلی خوشحالم اینو میشنم که پدرتون یه پدری بوده که حامی شما بوده و کار از آسونی نیست که دختر 15 ساله رو تنهایی بزرگ کنم وقتی قلب خودشون هم شکسته. درسته، یعنی چون مثلا خودش هم خیلی حتمی گنده بوده کاملا، یعنی ایشون هم یه نفر از دست دادن ولی باید مثلا از شما نگهداری کنن، که خیلی خوشحالم اینو میشنوم که رابطه خوبی با هم داریم و هنوز رابطه خوبی با هم داریم. یه چیز دیگه هم که میشنوم و اینو میدونم با کسایی که کار میکنم و مادر و یا والدینشون از دست دادن از طریق مریضی، اینه که به خودشون اجازه نمیدن عصبانی باشن. یه قسمتی از سوگواری فقط این نیست که مثلا انکار بکنیم یا مثلا غم افسرده بشیم بعد به پذیرش برسیم، یه قسمت خیلی مهمش عصبانیته، که عصبانی باشیم که چرا مادرمون رو از دست دادیم، چرا پدرمون رو از دست دادیم، چرا از دست دادیم، و حتی عصبانی باشیم از مادرتون. میدونی این یه قسمتی از سوگواریه که به خودمون اجازه نمیدیم، چون دلمون میسوزه میگیم خب مریض بوده، تقصیر آره. خودش نبوده، ولی تقصیر تو هم نبوده که مادرتو از دست دادی. یه قسمت این قضیه اگه پیش مشاور بری، مشاورا خیلی این چیزا رو میفهمن و میتونن باهات صحبت بکنن، میتونیم مثلا هنوزم دیر نشده ده سالم ادامه بدی، 10 سال باشه، 15 سال باشه، میدونی سوگواری بعضی موقع ها مدت‌های طولانی طول میکشه.
و اگه بتونی با خشمت هم اگه خشمی وجود داره، اگه عصبانیتی هم وجود داره، در مورد اون هم بتونی صحبت بکنی، به خودت این اجازه رو بدی، من فکر میکنم مسئله سوگواری رو آسان تر خواهد کرد براتون. اینو من یه جا خونده بودم مثلا تا 3 ماه نرماله، ولی اگه یه چیزی بیشتر از 3 ماه میشه اینجور چیزا نمره داره یا نه؟ نمیشه فرمولاش کرد، بس بگی داری کیو از دست دادی، چه جوری، تو چه شرایطی از دست دادی، چه شوکی بوده چی نبوده. همون من چیزی که خوندم این بود که همه یه پروسه نرمالی رو دارن، ولی از یه موقعی باید حواسشون باشه که اگه این طولانی مدت تر بشه یه چیزی نه حالا مشکلی شده که اگه تو افسردگی گیر کنن مسئله متفاوت میشه. تو افسردگی اگه گیر کنن مدت طولانی حتما باید حالا مریم که 5 سال گذشته هنوز واسش این داستان داره. من نمیشنوم افسردگی. من اتفاقا یه آدم خودآگاه و بیشتر به نظر میاد یه PTSD به خودشه، چون ترس از دست دادن داره، نگران همیشه، نگران از دست دادن پدر شاید یا دست دادن دیگران. این احساسا رو داری؟ در مورد اعضای درجه که خانوادم بله. خب همون اون چیزی که یه بار اتفاق افتاده الان نگرانی شده تو. آره، پیشنهاد من اینه که بشه یه روانکاو بری. روانکاوها بیشتر بیشتر دوست دارن صدا تو بشنون، گوش بکنن به تمام احساساتت. میدونی روان پزشکا بیشتر مثلا فکر میکنن که مثلا چه داروی احتیاج داری، چجوری میتونن بهت کمک بکنن که این طولانی مدت نشه، ولی روانکاوا بیشتر به احساسات اهمیت میدن و احساس میکنم احساسات زیاد، همین احساس ترس از دست دادن دیگران، اینا باید پروسه بشه. و اگه شرایطشو داری که بتونی کسی رو ببینی، این کارو حتما بکن. بعد ببین یه مسئله دیگه هم هستش که ما در مورد مراحل سوگواری حرف میزنیم که حالا یکیش عصبانیت، یکیش انکار، تا نهایتاً به پذیرش میرسه. ولی قبل از اینکه به پذیرش برسیم، ممکنه اولا که خیلی از این مراحل رو همزمان با هم دیگه تجربه بکنین و متوجه نشین، یعنی تا یه تراپیست نباشه که براتون اینا رو باز بکنه که تو الان چی داری تجربه میکنی، ممکنه نتونی تجربه بکنی. بعد بعضی وقتا تو بعضی از این مرحله ها گیر میافتی. آره. مثلا بعضیا بعد از دست دادن تا سالها عصبانی هم. از دست همه عصبانی خشم. از... آره. این خشم، من خودم خشم داشتم، اولین ریاکشنم عصبانی هم. آره. بمونیم توی این، بعد که تازه حل میشه، یعنی به مرحله پذیرش میرسین، معنیش این نیستش که تموم میشه میره. رفته. درسته. خیلی ها فکر میکنن میگیم وقتی مراحل سوگواری رو طی کردین یعنی دیگه نباید ناراحت باشی. نه، شما هنوز مادرتو از دست دادی، شما هنوز حق اینو داری که دلت تنگ بشه، ناراحت بشی، ولی اون احساس رو باید یاد میگیری که کنترل کنی. یعنی وقتی که این ترس ها میاد، این احساسات میاد، کنترلت نمیکنه، شما اونا رو کنترل میکنی. یه چیز دیگه هم که دارم فکر میکنم وقتی با کسایی صحبت میکنم که توی سوگواری هستن یا سالیان گذشته وارد سوگواری دوباره میشن، اینه که در مورد خاطراتشون بنویسن، یا در مورد خاطراتشون مثلا با پدرتون صحبت بکنید، در مورد خاطرات شیرین، که فقط مسئله از دست دادن نباشه، ولی یک عالمه خاطره‌های خوب وجود داره بین توی رابطه‌تون. در مورد اونها هم صحبت بکنی، خیلی میتونه به مسئله سوگواری کمک بکنه. مرسی مریم جان که زنگ زدی. امیدوارم بتونی راه حل بهتری که هستش پیدا بکنی، حالت بهتر بشه. با ما هم در تماس باش، خبر از خودت بده، بگو چه خبره. حتما. بریم به راه تماس، به برنامه 201-202-6894 076 برای ما در سیگنال و واتساپ و تلگرام لطفاً یک پیام صوتی بذارین، سوال یا مشکلتون رو خیلی کوتاه مطرح کنید، ما پیام ها رو چک میکنیم و برای شرکت در برنامه آینده باهاتون تماس میگیریم. ایرج رو تلفن داریم. ایرج جان مرسی که زنگ زدی، صدات رو میشنویم. سلام خدمت آقای سامان عزیز، سرکان خانم آتش و دیگر از اون آقای امید. خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. ممنونم وقت گذاشتید، هزینه گذاشتید که به حرف همسایه من گوش بدید و راه نمایی کنید. من در خدمت هستم. خلاصه بگم بعد شما سوال میکنید چجوری برنامه سوالتون رو بپرسید. مرسی ایرج جان، ممنونم که زنگ زدی و حرفای خوب زدی از ما، ولی بگو واسه چی زنگ زدی. من واقعا دوست دارم چندین سال دنبال میکنم برنامه نسبت به الان 100 سال جلوتر، یعنی 100 سال دیگه شاید یکی همچین برنامه داشته باشم. من سوال هم هستم میکنم، من 22 سال ازدواج کردم، بعد دو بار همین خانم رو طلاق دادم
یعنی دو بار باش ازدواج کردم، مهریه دادم، یه پسر 18 ساله دارم، نتونستیم هنوز از هم جدا شیم. رابطه داری، رابطه سفید داری. من فقط الان مشکلم اینه، پایبند هستم به این رابطه، مشکلی هم ندارم. حالا میشه ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، هفته دو بار، با اینش من هیچ مشکلی ندارم. هر وقت میام صحبت کنم که مقصر بالاخره من بودم یا شما، بالاخره هر دو مقصر هستیم، خانمم گوشی رو سریع قطع میکنه، یا اگه من باشم یه حرفش رو نزن دوتا داد میزنه، به خاطر همسایه یا برنده ساکت میشم. و این برای من یه عقده شده که بشینم نیم ساعت بگم بابا اگر من 80% 90% مقصر این ازدواج طلاق بودم، 10% شما بودید. به این دلیل که ببین چرا دارین دنبال مقصر میگردین؟ من اینو متوجه نمیشم. از هم الان از هم جدا شدین؟ طلاق گرفتن ولی گرفتم. دوباره وارد رابطه شدن ولی ازدواج نکردن و این دوباره اتفاق افتاده. طلاق گرفتن، ازدواج کردن، دوباره طلاق گرفتن، الان برگشتن به هم، یه رابطه دورا دور دارن تا جایی که من متوجه شدم. و پسرتون 18 سالشونه درسته؟ فقط بله. یه دونه پسر داری. بله. اوکی بفرمایید. بقیه سوالتون چیه؟ سوال اینه که چیکار کنن؟ الان یه بار به یه جایی نرسیده بعد جدا به نظر میاد چیزی که شما دنبالش اینه که بهش میگن کلوزر یا بسته شدن آخر رابطه. به نظر میاد یه دلیلی داشته باشه که این همه بالا پایین رفتن. من میخوام متوجه شدم ببینم که درست متوجه شدیم یا نه. شما دنبال یه چیزی میگن که این بالا پایین رفتن و بالاخره یه دلیلی براش پیدا کنید بگه آها خب هنوز به هم وابسته هستن. چه تموم کردنش، سعی کردن جدید باید به یه جایی برسه که نه، ولی به نظر میاد بیشتر دنبال این که حالا تقصیر کی بوده. آره من اینو میشنوم. چرا دنبال این مقصر میگردیم؟ میخواین اینو حلش بکنید؟ چرا این براتون سوال آتش اینه ایراجان؟ حالا واسه چی اینقدر الان مهمه که میخواین ببینین مقصر کی بوده یا چی بوده؟ یکی این و اینکه پسرتون چه احساسی داره در این مورد. پسر رو خب من چون مادر از دست داده بودم گذاشتم پیش مادرش باشه. خب اون طبیعتا پسر بچه هست، مادر رو بیشتر دوست داره، احترام میذاره. ولی دیگه تو ایران این نسل جدید خیلی با نسل قدیم فرق میکنن، کم احترام میذاره، اصلا تماس نمیگیره. من زنگ میزنم شاید تا دو سه بار، ولی با مادرش رابطه خیلی بهتری دارم. این که میگه دنبال مقصر میگردم، نمیخوام اصلا گردن کسی بریزم بگم من مقصر بودم، دو تا خونه از دست دادم، من مقصر بودم، چهار تا ماشین از دست دادم برای این طلاق ها، علیکی هزینه کردیم به این آخوند، به اون آخوند، این مشاوره، چون الان برای این طلاق آخوند ها میان مشاوره میگیرن، هزینه داره برای آدم جسارت شما نشه. بعد میخوام فقط حرف دلم رو بهش بزنم، بگم بابا چرا اگر که من 90% مقصرین ماجرا بودن روز اولی که شما وارد زندگی من شد تمام این مسائل بوده. ایرج میخواد حرفای دلشون بزنه ولی من. همسر سالشون نمیخواد بشنوه، نمیخواد بشنوه، گوشه میذاره. آره فکر کنم شاید دیگه بعد از این مدت انقدر رفتن اومدن رفتن اومدین دیگه یه ذره ایجاد خستگی شده. من الان دارم فکر میکنم، من بیشتر دارم به پسرتون فکر میکنم، ببخشید، چون وقتی پدر مادرها از هم جدا میشن، برمیگردن دوباره جدا میشن، دنبال مقصر میگردن، این خیلی فشار روحی زیادی روی فرزندانشون میذاره. من میخوام ببینم الان جریان پسرتون چیه، یعنی حال و احوال پسرتون چطوره؟ که انقدر دعوا نکنن. سامان جان عزیز، سایفا خانم آتش جانم، آقای آمی جان، دقیقا همین فکر رو دارم. میخوام فقط مشکل رو روی من نیدی که فردا اگر پسر هم ازدواج کرد بخواد با خانمش این مشکل رو میتونه ایرج میتونه با پسرش شروع کنه حرف زدن هاشو، درست منم فکر میکنم میتونین شروع کنیم با پسرتون صحبت کنیم. و اینکه زیاد دنبال مقصر بودن به خاطر اینکه هر دوتون، هم خانمتون هم شما، هر دوتون میتونین تقصیرهای متفاوتی داشته باشین، میتونین کارهای خیلی خوبی انجام داده باشین، میتونین یه سری کارهایی که خیلی خوب نبوده انجام داده باشین. یعنی قضیه مقصر پیدا کردن اینجا نیست. و اگه میخواین الگوی خوبی برای پسرتون باشین، میتونین بعضی موقعا خیلی مهمه که اعتراف بکنه، میگه آقا من اشتباه کردم، مثلا من کاش من میتونستم این کارو بهتر انجام بدم. بیشتر روی خودتون. آخه به نظر میاد که ایرج خودش هنوز نمیدونه دقیقاً چی کار کرده،
دلیلی که همه تقصیر داره. آتش حرفش اینه که این حرفا رو دیگه با همسر ساواک زدنش به جایی نمیرسه. الان میگه که بیشتر بعد فوکس رو ارتباط با پسرش دقیقا. با اون حرف بزنه. بگه شاید یه چیزایی بوده شاید نبوده ولی من حسم اینه مادرت هم با من درباره این چیزا حرف نمیزنه. میگه با پسرش. دقیقاً. من احساسم اینه که بیشتر الان رابطه زنده الان رابطه شما با پسرتون هست. رابطه‌ای که خیلی مهمه، میتونین الگوی خیلی مثبتی برای پسرتون باشین. همینجوری که گفتیم بعد یه زمانی پسرتون ازدواج خواهد کرد. پس خیلی خوبه که یاد بگیره از پدرش که مثلا چطوری تونستین با این قضیه روبرو بشین. میتونین در مورد این چیزا با پسرتون صحبت بکنین و بهشون یاد بدین که اصلا مهم نیست کی مقصره. یعنی هر جوری که بوده اینه که رابطتون تموم شده و سعی کردین برگردین و نتونستین برگردین، ولی این نیست که سعی نکردین، سعی خیلی کردین. این خودش خیلی مهمه. خودش هم بگه به نظر من، به خاطر اینکه گفتی که 20 ساله که با این خانم بودین، دوبار طلاق گرفتین، برگشتین و الان هنوز انگار دارین به زور میخوان یه رابطه ای رو ادامه. من نمیدونم حالا توی دلتون چه حسیه، شاید هر جفتتون راضی باشین با این رابطه عاطفی محدود، ولی به نظر میاد که 22 سال نتونسته یه رابطه عمیق و قوی بینتون اتفاق بیفته، به هر دلیلی هی به هم خورده، هی برگشتین. شاید وقت این باشه که ایشون فقط مادر فرزندتون باشه. نه، اولویت رو فقط یعنی شاید این رابطه بسر. خود این رابطه، نگه داشتن این رابطه شاید داره بیشتر صدمه میزنه به محیط. بعد به اینا دنبال یه نتیجه بین دوتا مادر پدر هستن، در حالی که ممکنه به این جایی نرسه دیگه، بدون کسی که مثلا مشاوره بخوام بکنن و اینا، احتمالاً خانم هم حوصله نره بشنوه، هی گه قط میکنه. ولی اولویت رو آتش ده میگه اصلا فوکس رو بچه اتفاقا بره. مثلا ایرش خان میتونن مثلا مشاوره شروع کنن، در مورد چیزا صحبت بکنن، خیلی خودش خود آگاهی پیدا بکنن در مورد چیزایی که به خودشون ربط داره. شاید این قضیه بتونه کمک کنه. اصلا هیچ نیازی نیست در مورد اون کلوجر یا بستگی که داری میگه، شاید هم یه جور دیگه پیدا کنن. دقیقاً. ممنونم ایرج جان که زنگ زدی. راه تماس میتونید از طریق شماره تلفن 201-2268-94-076 برای ما در سیگنال و واتساپ و تلگرام یه پیام صوتی بذارین، سوالا و مشکلاتون رو خیلی کوتاه مطرح کنید و ما برای شرکت در برنامه‌های آینده باهاتون تماس میگیریم و میگیم که چطوری در این برنامه میتونین شرکت کنید. چند تا پیام صوتی خوب این هفته رو بچه ها انتخاب کردن که میتونیم الان یکی دوتا از اونا رو هم بذاریم. بریم به پیام اولمون از تهمورس داریم. ما میگه گوش کنیم. درود بر شما، درود بر برنامه خوبتون. یه پرسش داشتم بزرگوار. میخواستم بدانم که برای یک رابطه و یک پیوند عاطفی خوب تا چه اندازه ما باید از مرزهامون کوتاه بیایم؟ تا چه اندازه ما باید راه بیایم؟ این پرسش منه. من یه نمونه بگم. شاید یک کسی دوست داشته باشه توی سخن گفتنش از واژه‌های پارسی بهره ببره. آها، تهمورس. ولی خب یار و همدم و دوست دخترش دوست نداره این شیوه رو. آیا درسته که مثلا این مرد اون شیوه گفتار خودش رو برای خرسندی یارش دگرگون بکنه، اون شیوه سخن گفتنش رو دگرش توش رخ بده برای اینکه یار و دوست دخترش شاد بشه، خرسند بشه؟ میخوام بگم تا کجا ما باید از مرزهامون کوتاه بیایم. سپاسگزارم از برنامه خوب شما و اینکه برنامه‌تون بسیار خوبه و ما همیشه نگاه میکنیم و رنگ بندی برنامه‌تون هم بسیار قشنگه، چیزایی که میپوشین زیباست. خواهش می‌کنم. من تهمورس هستم. من همیشه. اوکی. بدرود. مرسی تهمورس جان، فکر کنم بزرگوار تو بودی. واو. بزرگوار فکر کنم شما بوده. نه، هممون بودیم. هممون بودیم. چون کلا همه این داستان خوشش اومده بود. سوال خوبی کرد، در چه حدی آدم باید خودش باشه، در چه حدی باید مثلا کوتاه بیاد که پارتنرش هم راضی باشه همزمان. باید ما هر روز این سوال از خودمون بکنیم توی رابطه هامون. هر روز، نه سوالی که مثلا فقط 6 ماه یه بار یه سال یه بار بکنیم. هر روز باید این سوال از خودمون. صبح که پا میشی. آره،
کجاییم توی رابطه، مرزامون کجاست، چی میخواییم با همه. خب ولی میخوایی اکسال عمل تو رو بشنمیم اول، اکسال عمل شما دوتا بعد من ببینم، ببین یا اینکه سوال خوبیه. خب بستگی داره، مثلا توی محیط حرفه‌ای یه شکل دیگه است، با پارتنرش داره الان میپرسه تمرس. من کلا خب آدمیم که اگه همیشه واسه هم مهمه که پارتنرم اون چیزی که از خودم هستم و قبول داشته باشه از اول، که اون از اون خوشش بیاد. اگه قرار باشه مثلا یه شخصیت دیگه ای از من خوشش داشته باشه، خب منم به دردش نمیخورم دیگه، درسته. دنبال اون قضیه نمیرم. ولی خب یه چیزایی هستش که 100% دارن همیشه با هم که هم فکر نیستش، باید سر یه چیزایی کوتاه بیای ولی راه حلش رو پیدا میکنی دیگه، چون اون کارم اون داره واسه تو میکنه. البته بستگی به شرایط و اون چیزی که خواسته داره، ولی زبان فارسی بود مال تحمورس که خیلی یونیک و جالبه واسه. آخه باز اینم بستگی داره به نظر من. اولا که توی یه سری شرایط بستگی به شرایط ها، ممکنه توی موقعیتی از زمان من مجبورشم بیشتر کوتاه بیام تویش چون یه شرایط خاصی، ولی دلیلی نداره که همیشه یه فرمول بذاریم روی رابطه ها بگیم نه. باید با این فرمول بریم. فرمول هم عوض میشن. اون چیزی که من تجربه کردم اینه که من اگر چیزی که دارم ازش کوتاه میام تبدیل بشه به یه روتین که وظیفه منو توی زندگی میکنه، کسی که همیشه کوتاه بیاد، هیچ وقت هیچ خواسته ای از خودش نداشته باشه شخص مقابل، ولی همه به همه خواسته هاش برسه، ناخودآگاه یه حس بدی نسبت به پارتنرم پیدا میکنم. بعد صحبت هم که در موردش نشه یهو منفجر میشه همه اینا. درسته. مثلا طرف میگه با من فقط بهت گفتم لیوان مثلا سفید وردار، چرا قاطی کرد؟ نه من همه زندگیم لیوان آبی میخواستم، تو نذاشتی. بعد یه ذره آره چیز سخته. برای اینکه جلو اینو بگیریم، من به قول تو من مدام از خودم میپرسم، مثلا تو شرایطی که احساس میکنم یکی داره کوتاه میاد، خب ببینم این عادلانه است یا نه. بعد برای من از اون ارزش های اصلی که هویتمو اینا رو میسازه، من کوتاه نمیام. از اولش هم تو رابطه با اونا میام، مثلا میگم مثلا هویت ایرانی من برام خیلی مهمه، مثلا من پارتنر داشتم نمیذاشت آهنگ فارسی گوش بکنیم تو ماشین، یکم مشکلای اصلی بود. گفتم من از اولش به تو گفتم من ایرانی ام. اون یکم زیادیه. خب آره. ولی مسئله اینه که مثلا آیا ایشون از اول به قول خودشون فقط واژگان پارسی به کار می‌بردن یا جور دیگه صحبت می‌کردن بعداً عوض؟ پارتنرش از اول بی‌دونستان انتخاب کرد دیگه. حالا بزرگوار شما چی فکر می‌کنید؟ سال برای اینکه مشکل ایشون از اصلا یه چیز از زبونش شروع کنیم که ببین دیگه. به نظرم چیزی که من شنیدم مثلا کوتاه آمدن از خود گذاشتن برای همه رابطه‌ها خوبه، یعنی هممون باید یه جورایی کوتاه بیایم، نمیتونیم همونی که همیشه هر چیزی رو که خواستیم داشته باشیم. آره تو رابطه دو نفر، آره اگه تنها با خودت زندگی کنی چرا نه، ولی با یه نفر دیگه هستی کوتاه آمدن از خود گذاشتن اینا یه مقدارش تا یه حدیش سالمه، چرا که نه. ولی اگه به جایی برسه که داری فداکاری میکنی، از خودت داری میزنی، هر روز داری از خودت میزنی که پارتنرتو خوشحال بکنی، قضیه خیلی داره متفاوت میشه، رابطه داره ناسالم میشه. این برای ایشون هم اگه مجبور شه فکر کنم زبون نوع صحبتش عوض کنه، شاید همون حسو داره. شاید به نظرم میاد سوالشون یه ذره این بود که شاید مثلا مسئله هموابستگی هست، انتظارهای زیاد از همدیگه بدون صحبت کردن در موردشون میتونه باشه. نمیدونم اینا میتونن، اگه میتونن با هم صحبت بکنن در مورد انتظاراتشون، در مورد نیازهاشون و انتظاراتشون، ببینن وقت چیز خیلی خوبی که گفتی همین که عادلانه هست یا نه. بعضی موقع خیلی آدم ها میتونن کوتاه بیان با ما ولی شاید تو دلشون راضی نباشن. رضایت خیلی مهمه. دو نفر که با هم زندگی میکنن باید ببینیم مثلا راضی هستیم از همدیگه یا راضی نیستیم از همدیگه. چقدر داری از خودت میگذری؟ از من اگه ازت ناراضی باشه از خودش میگذره، چه فایده‌ای داره؟ این چه رابطه ایه؟ بعد هر دوتون راضی باشین. پس به این چیزا توجه کردن به نظرم خیلی مهمه. من یه چیز دیگه هم قبلا شنیده بودم ولی مطمئن نیستم علمیه یا نه. شنیده بودم کسایی که زیادی کوتاه‌میان به اسم از خودگذشتگی شکل ارزش هم روش میذارن، این میتونه که از علائم هموابستگیشون به پارتنرشون باشه. دقیقا. چون خیلی وقتا از ترس از دست دادنیم توی رابطه ایم که نمیتونیم حتی درک بکنیم که خیلی این مدل هموابستگی سالم نیست. آره. بعد به خاطر اینکه از دست ندیم هی کوتاه میایم باز اضافه میکنه به مشکلات. دقیقاً. من کاملا تعارف کجا این قضیه گیر میفته؟ هموابستگیه؟ تعارف زیادی؟ در مورد تعارف میتونیم یه ساعت حرف بزنیم. یه برنامه جداگونه میذاریم در مورد یه برنامه جز.
ولی خیلی... سوال خیلی خوبی بود. آره سوال خوبی بود، مثالش هم خیلی باحال بود، چون مثلا یه چیز چون مثال به صورت عملی به ما نشون دادن. خیلی عملی بود. آره. بعدم مثلا انتظار نداشتم همچین چیزی بگه، فکر می‌کنم ازات چیز دیگه میتونه باشه. خلاصه دمت گرم تحمورس جان، ممنونم. مری رو خط داریم. مری جان رو خط این، شما صداتون رو میشنویم، بفرمایید. سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ممنون از برنامه خوبتون قبل از همه چی. ممنون از شما، بفرمایید. من خانومی هستم که قبلا ازدواج کردم و جدا شدم و 8 سال جدا شدم، وارد رابطه شدم جدیدن که با یه پسری هست از من چند سال کوچیک‌تره، روز 10 سال. مشکلی که خودم دارم با توجه به علائمی که دارم، پرواره تله رها شده که خودم دارم، عزت نفس پایین، ولی با اینکه اون پسر از من کوچکتره، ولی من از نظر قیافه و هیکل خیلی اوکی ترم. و اینکه الان مشکلی که با ایشون دارم، من ایشون خیلی آدم به نظر من آدم خوبیه، حالا من برداشتم اینجوری بوده، آدم خیلی اوکیه با من، رابطه هم حداقل 3 بار تو هفته هم دیگر رو میبینیم، توی شهر هستیم و خیلی مهربونم، برخورداشون خیلی خوبه با من، ولی من یه شک از نظر جنسی همیشه بهش داشتم که این انگار که مثلا میتونه میل به یکی دیگه هم داشته باشه، به کسای دیگه هم باشه، البته به زن نه مرد. خب ولی گفتم که من یه بار نمیدونم از چی صحبت کردم، من با پسر حساسیت ندارم، ولی کوچولو اینجوری گفتم که اگه مثلا یه موقع برعکس بشه برای من مهمه، چون هم چیزی تو زندگی ندیدم تا الان، برام اتفاق نیفتاده. و یه روز که ایشون متوجه شدن که من مطمئنم که مثلا من حساسیت ندارم، بعد برگشت گفت که آره من فلان شهر رو اسم نمیبرم، اول بچه باز بودن یا مثلا سرباز بودن، بعد زن براشون اولویت داره. بعد من هم گفتم اینطور شما هم چیزی هستی؟ خلاصه حرف باز شد، ایشون گفتن بله من خیلی علاقه دارم اینا. ببخشید یه سوال، یه سوال اشتباه که من شاید اشتباه گفتین، گفت به شما گفت از بچه ها خوشش میاد، یعنی بچه های زیر سن؟ زیر سن مثلا زیر 20. زیر خب چی؟ اون دیگه اسمش بچه اصلا نیست، اصلا بچه باز بودن. این یعنی پدوفیلیا، این فرق میکنه. بچه باز یعنی کسی که بچه های کوچیک و خب پس یعنی اوکی اگه اشتباه نفهمیدم، ولی زیر 20 سال بچه باز شما نیست. شما اون سوالو کردین که ببینین چه سوالی داره، بعد بهتون گفتش که یه زمانی پدوفایل بوده یا هست، گفته مثلا خوش بعدم نمیاد اگه هم چیزی باشه، مثلا من با یه پسری ارتباط برقرار کنم، سن مشخص کرد گفت زیر 20 سال و یکی من خوشگل باشه. زیر 20 سال باشه، خودش چند سالشه؟ یه پسر یوغ. خودشون چند سالشونه؟ خودشون چند سالشه؟ 26 سالشونه. خب سوالتون چیه؟ بعد من حساس شدم روی این موضوع. بعد شبش که کنارش بودم خوابیده بودیم، حساس شدم روی این موضوع، بعد گفتن که گوشی صبح بلند شد، گفتم بعد چک کنم و اینستاگرامش رو چک کردم که به یه پسر گفته بود اهل اشتباهال هستی. بعد من بهش گیره، بعد که وقتی بلند شدم چه چیزیه تو دستش بود، من خودم چک نکردم، ازش بهش گفتم بعد چک کنم. بعد گفت که این با هم همکار بوده، به خدا فقط خواستم شوخی کنم سر به سرش بذارم. باشه خب سوالتون چیه؟ سوالتون چیه؟ که برسیم به قضیه. سوال من اینه که من خیلی بابت این قضیه شوک شدم. اون چون به من قول داد که من این کارو نمی‌کنم، چون تو رو خیلی دوست دارم، قول میدم که دیگه تکرار نکنم. به نظر تو من میتونم رو حرف این حساب کنم؟ یعنی الان چند تا چیز شما الان صحبت کردین که هر کدوم جدا، ولی داستان داره. قسمت اولیه چند وقته با این شخصی؟ چند وقته با همین؟ شیش ماه. خب به نظر میاد تو جایی هستین که آدم ها شروع میکنن همدیگر رو درست شناختن. خیلی طبیعیه که الان دارین این چیزها رو کشف میکنین، فکر نکنین مثلا گول خوردین و اینا، چون بعضی وقتا شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن. موقع خوبی قضیه رو کشف کردین. ببینین چند تا مورد هست، ما نمیدونیم اینو تا واقعا با ایشون حرف نزنیم. یکی کلمه‌ای که من معذرت میخوام که این کلمه رو تکرار میکنم، بسیار کلمه زشتیه، کلمه بچه باز که تو انگلیسی بهش میگن پدوفیلیا، که علاقه به برقراری رابطه جنسی با افراد زیر سنه، ربطی به جنسیت نداره، یک گرایش جنسی نیست، یک مشکل، یک مریضیه باید درمان شه و یک جرمه تو خیلی از کشورها.
اینو اول باید مشخص بکنیم که بعد، ولی متاسفانه توی ایران به دلیل نبود آموزش درست در مورد گرایش های جنسی، خیلی تفاوت این بیماری رو با گرایش جنسی به همجنس اشتباه میگن، چون خیلی به پسر بچه ها چون فکر میکنن براشون جذابیت جنسی داره، فکر میکنن که مثلا این همون همجنسگراییه. این نیست. همجنسگرایی بین دو فرد عاقل و بالغه که با رضایت با همدیگه وارد رابطه میشن و انتخاب کردن و انتخاب میکنن همدیگر رو، گرایش جنسیشون انتخاب نمیکنن، ولی یه چیز طبیعیه، یه قسمت دیگه هم غیر قانونیه. آره. این دوتا رو اول باید مشخص کنیم که آیا ایشون از این اشتباه رایج گفته، کلمه رو اشتباه گفته، واقعا اینه. خب اگه واقعا کلمه رو اشتباه نگفته، حتی سنم مشخص کرده برام، اوکی، پس زیر 20 دیگه باشه. به نظر من زیر 20 سال مشکلی نیست، میتونه مثلا یه نفر باشه که 18 سالشه، 19 سالشه، 20 سالشه، ولی اصولا وقتی این کلمه استفاده میشه، متاسفانه داریم در مورد بچهای کوچیک صحبت میکنیم، بچهای 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، که این یک جرمه و یه مریضیه که باید روش کار بشه. من خودم شخصا با این انسان‌ها کار میکنم، در میتونن این بیماری رو داشته باشم و هیچ وقت روش انجام کار نشده، عمل نکرده باشن، ولی رو خودشون کار میکنن، درمان براش هست، یعنی اگه در موردش بتونن صحبت بکنن، درمان هم براش هست. ولی من چیزی که ولی چیزی که من میشنوم، دارین سوال میکنین که میتونین به این شخص بعد از 6 ماه اعتماد بکنین یا نه، درسته سوالتون اینه؟ بله. ببین این سوال خیلی وقتی که اونو کلامه قبلا اعتیادم داشتن که ترک کرد، الان یه دو نزدیک 2 ساله که پاکه. خیلی خوبه، خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. و اینی که دیگه روی اعتیادشون روشون قدرت داره، خودش میتونه خیلی درهای دیگر رو براشون باز بکنه. ولی اعتماد چیزی که هر روز بیشتر میتونیم پیداش بکنیم با یارمون، با پارتنرمون. یعنی 6 ماه موقع خیلی خوبیه که این سوالا رو از خودتون میکنین، ولی شاید مثلا یه ماه دیگه احتیاج داشته باشین، 2 ماه دیگه، ولی این صحبت ها رو کم کم باز کنین و بدونین که کسی که دو جنسگرا هست دلیل نداره که قابل اعتماد نباشه یا قابل اعتماد باشه، اصلا ربطی به اعتماد نداره. خیلی آدمای دو جنسگرا قابل اعتماد هستن و خیلی آدمای دو جنسگرا قابل اعتماد نیستن، یعنی به شخصیتشون بستگی داره، نه به گرایش جنسیشون. آره، ببین مسئله ای که پیش میاد با دو جنسگرا، یعنی اگر پارتنر شما واقعا دو جنسگرا باشن ولی تصمیمشون، انتخابشون این باشه که با شما وارد یک رابطه تک همسری بشن، یعنی رابطه‌ای که توش هیچ کدومتون اجازه ندارین پارتنرای دیگر داشته باشین، باید روی اون تعهدشون بمونه. ببین مثلا من به دو جنس گرایش ندارم، من فقط به یک جنس گرایش دارم. بعد از اینکه وارد رابطه تک همسری شدم، با تک عشقی شدم با همسرم، علاقم نسبت به مردای دیگه از بین نرفت، گرایش جنسیم عوض نشد، مردای دیگه هم اون بیرون هستن، مثل یه شخصی که ممکنه یه آقایی که با یه خانمی ازدواج بکنه، اینکه بیرون همیشه افراد دیگه هستن که ما بهشون ممکنه گرایش جنسی داشته باشیم، ولی اینکه میریم باهاشون وارد رابطه میشیم یا نه، بستگی به اون چارچوبی داره که توی رابطه فعلیمون تعریف کردیم. اگه رابطه ایشون با شما یک رابطه بسته و تک عشقی قرار بوده باشه، چه با زن دیگه چه با مرد دیگه قرار نیست وارد رابطه بشن، یعنی این دقیقا. به نوعی کلمه تو کت میذارم، خیانت محسوب میشه. اینو باید بین خودتون حل بکنین و اعتماد چیزیه که باید ساخته بشه. یعنی ولی چیز اصلی که اینجا بعد این قسمت که حل شد، اون چیز اعتماد یه چیز جداست، ولی این چیزی که من قول دادن که این کار نکنن، چند بار بهش گفتم من ترکت میکنم، بعد دیدم نه، من خودم هم یکم خوب علاقه بهش دارم، چون اخلاقای خوبی داره که من کنارش حالم خوبه، خیلی محبت میکنه، دیدارمون به موقع است، این حفظه رو دارم نسبت به کسای دیگه. آره، فقط اون قسمتی که درباره حسش به نسبت به بچهای زیر سن گفتارم، بعد بیشتر دقت کنین ببینین سابقه ای چیزی هستش یا فقط صحبته. هرچی هستش یه چیز جدیه که اگر هم اتفاق نیفتاده باشه باید روش حساب بشه. الیو رو خط داریم. الی جان مرسی که زنگ زدی، صداتو میشنویم. با درود به شما سه کارشناس عزیز، سلام و تبریک برای حسن نیتتون، واقعا بی نهایت نمبر وان هست
و کمک به ما هم. مرسی. خیلی ممنونم از لطفتون. در خدمتتون هستم. سوالاتون رو از من بفرمایید. مرسی الی جان. سوال اول اینه که سوال شما چیه؟ برای چی زنگ زدین و چیکار واسهتون آتش میتونه بکنه؟ بگین. من در سال 64 با یه آقای ازدواج کردم. یعنی من هم ازدواج دومم بود، ایشون هم همینطور. بعد گفتن که خانمتون رو طلاق دادن و با شناسنامه سفید اومدن منو عقد کردن. بعد مدت ها ما زندگیمون خیلی عالی بود. بعدن چون من کارم درآمد آنچنان داشتم، ایشون مرتب از من پول میگرفتن برای خرید و فروش ملک و چیه فلان. خودم هم در همین کار بودم و چک به من میدادن و زندگی میکردیم تا الان ادامه پیدا کرد. و یه پسر یه دختر از ایشون دارم. دخترم فوت کرده، پسرم الان 34 سالشه و ایشون چک های متعدد به من دادن بی محل و من دیگه یواش یواش متوجه سوء نیتشون شدم. یکی از چک ها رو اقدام کردم و یه مقدار ملکشون رو به نام من زدن که هنوز بعد از 12 سال هنوز به اون ملک نرسیدم. و یه چک دیگه ایشون همش مرتب تو تجدید نظر عنوان سرقت و جعل امضا که همه‌رم محکوم میشد. خب یه به نظر میاد یه تیکه از صحبتاتون رب قانون ها داره، ولی مشکلی که با ایشون دارین اصل مشکلتون کجاست که بتونیم شاید درباره اون صحبت کنیم؟ اعتماد نمی کنیم بهش. بعد یه سوال دیگه هم دارن. با هم دوتا بچه دوتا فرزند داشتین، یه دختر یه پسر، و دخترتون گفتین فوت کردن؟ بله. خیلی متاسفم اینو شنیدم، خواستم بگم این حرفتون رو شنیدم و خواستم بگم خیلی متاسفم. مطمئنا خیلی سخت هست که فرزندتون از دست بدین. تشکر از دستتون. خواهش میکنم. از سال 1401 ایشون با همسرشون آشتی کرده بودن، به من نمیگفتن، من خبر نداشتم، یا اصلا طلاق الان فکر میکنم طلاق اصلا نبوده، سریع به من بوده، هم خانمشم خودش. و از سال 1400 دیگه ایشون افتاد به شکایت کشی و همه رو محکوم شده و همه سند و چک و فلان همه رو اسم جعل و سرقت زده که همه رو محکوم شده. بعد من دیدم ایشون جان، من دو تا چیز دارم میشنوم. یکی مسئله اعتماد میشنوم که به نظرم میرسه احساس میکنین خیلی کم، زیاد نمیتونیم بهشون اعتماد بکنین. شما اینو میشنوین. یکی اینو میشنوم. یکی هم در مورد سوء استفاده مالی شنیدم. نمیدونم اینو دقیقا درست فهمیدم. بله درسته. و شما میخواین تو این رابطه بمونین یا دارین سعی میکنین جدا بشین؟ ایشون مثل تقاضای طلاق کردن، من اقدام نفقه کردم، ایشون محکوم شد به نفقه، به عناوین مختلف میخواست نفقه رو منو محکوم بکنه که من نفقه به من تعلق نگیره. یه دو شکایت کیفری کردن که من جعل امضا کردم سندو. به نظرم باید با وکیل صحبت بکنین بلا فاصله. نمیدونم تا حالا این کار با وکیل صحبت کردین، با یه مشاور حقوقی، یه وکیل که این چیزا رو مسئله خانوادگی و طلاق و این چیزا رو میدونن صحبت کردین؟ اگه نکردین من بهتون پیشنهاد میکنم همین فردا با یه کسی تماس بگیرین. آره شروع بکنین، چون احتیاج به کمک خواهید داشت. چون به نظر میاد اون بخش یه چیزی که دارین الان تجربه میکنین خیلی تو استفاده کردن همه اینا محکوم شدن تو کارشناسی. حالا به نظر من میاد، حالا آتش بهتر میتونه بگه، ولی به نظر میاد که دو تا چیز اینجا، یکی این که شما احتمالا میخواین جدا بشین که اونو بعد برین پیدا کنین، باید میخواین بشین چیکار باید بکنین که بشین،
و یه قسمتش هم حقوقیه که ربط داره به چیزهای مالی و خودتون و اینجور چیزا که اعتمادی تو قضیه نیست. به نظر یه وکیل جدا شک هم این وسط هستش به خاطر اینکه الان شما گفتین سال 64 ازدواج کرده بودین که ایشون قبلش ازدواج، یعنی حدود 40 سال پیش ایشون ازدواج کردن، بعد الان میگین ایشون دوباره به همون شخص برگشته، درسته؟ یا اصلا طلاق نگرفته، یا اصلا طلاق نگرفته بوده و شما کسی بودین که حمایت مالی میکردین توی این سالها، درسته؟ این کاملا طبیعیه که شما احساس بکنین که بهتون خیانت شده، احساس بکنین که بهتون ازتون سوء استفاده شده، چون شده اینا رو ممکنه با یه مشاور، با یه روانشناس بتونین حل بکنین که سلامت ذهنیتون و سلامت روحیتون هم حفظ کنین. میخواستم ببینم روزی که مشاور من میخوام برم، چون حتما دادخواست یک طرفه داده برای طلاق دیگه، مشاور برم من میتونم از نظر چکم، چکی که ازش دارم، مطمئنن راه های متفاوتی وجود داره، مطمئنن میتونین کمک بگیرین، ولی این راه باز بکنین به سرعت، با کسی صحبت بکنین و شاید این جدایی، به خاطر اینکه من چیزایی که میشنوم عدم اعتماد، نمیدونم سوء استفاده مالی و تهمت دروغ، به شما تهمت جعل سند زده، تهمت سرقت زده و درخواست طلاق هم داده و احساس میکنم این درخواست طلاق مثل یه هدیه آسمانیه برای ایشون. آره، ایشون یه چیزی که فکر کنم مرزشو یه کمی گم شدن اینه. آره. که دوتا یه چیز روحی بوده که تو این همه سال با یه آدمی زندگی میکرده که اصلا میسی که نمیشناخته، الان تازه فهمیده چه کارهایی کرده پشتش اینا، که اون یه چیز جداست، یه شوکه و قاطی شده با کارهای مالی و حقوقی که تا حالا انجام دادن و اینا. آره. که اونم الان دوتا چیز مختلف رو بعد همزمان هم با هم، یعنی همونطور که مشاور حقوقی نیاز داریم، یه مشاور روانشناسی هم نیاز داریم، به خاطر اینکه پروسه طلاق یکی از پر استرس ترین پروسه هاست که انسان میتونه خیلی استرس ایجاد میکنه. شما با این همه صدمه روحی که خوردین، اگر اونم بهش اضافه بشه، ممکنه خیلی روتون صدمه روحی بخوره. بهتره که از حالا یکی باشه که لحاظ روحی و روانی هم دستتون رو بگیره تو این پروسه. آره. و یه چیزی که دیگه که داشتم فکر میکردم، همین که دخترشون از دست دادن، من یک عالم سوال دارم در مورد این، ولی خب وقت نداریم برای این سوال ها، ولی یه فرزندشون که با هم، فرزندی که با هم داشتن از دست دادن، این خودش یه مسئله بزرگه. اینم نمیدونیم کسا اینو چرا، چی شده، اینا هم هضمش کردن یا نه، هضمش کردن یا نه، هزار تا چیز تلخ تو این قضیه بوده. بعدم بعد از این همه سال متوجه میشی که این آقای اصلا ممکن بود یه آدم دیگه بوده که فکر میکرد. دقیقاً. و مثلا یه فرزند هم از دست دادن یه وابستگی‌های روحی ایجاد میکنه، چون هیچ کس دیگه اینو نمیفهمه غیر از همدیگه. پس این وابستگی هم میتونه بر اساس دلیل که من دلیلی باشه که اینا هم بچه‌شون از دست دادن. بریم به پیام بعدیمون، ببینیم چقدر وقت داریم. اوکی، وقت داریم، ببینیم سارا چی گفته. من سارا هستم، 20 سالمه. سوال من اینه که چگونه میشه با یک پدر دیکتاتور کنار اومد؟ پدری که همیشه به زن و بچه‌هاش زور میگه، علکی همیشه از زن و بچه‌هاش ایراد میگیره، اونا رو مورد تمسخر قرار میده و بهشون توهین میکنه، تغییرشون میکنه، زن و بچه‌هاش رو با زن و بچه‌های قوم و خویش مقایسه میکنه. ببخشید، من میگم که توهین، تحقیر، جای قوم و خویش مقایسه میکنن. نه، همش شنده بودی، من فکرم انگشتم خورد. تموم شد؟ تموم شد. آره. سوالشون اینه که چطوری میتونن با پدری که دیکتاتور، پدرش دیکتاتور و تحقیر میکنه، همه رو پایین میذاره، بعد میگه که خود بچه‌ها و مادر و اینا رو هم به هم میندازه. به نظر میاد این پدر خودش خیلی مشکل داره. خیلی مشکل. عدم اعتماد به نفس، کسی که اعتماد، عزت نفس نداره. معمولا کسی که اینجوری رفتار میکنه یا خالی میکنه سر فک و فامیل خودش یا هر کسی، احتمال زیاد بچگی خودش یه مشکلای بوده که الان اینا داره میزه بیرون. نه، ببین، آره کاملا من مطمئنم این کسی که این رفتار رو با بچه خودش داره، آدمیه که پر از
درده، پر از درده، دردهای شخصی خودشه که روش کار نکرده و الان داره خالی میکنه رو آدمای دیگه که انصاف نیست واقعا. ولی چجوری میشه از این آدم در رفت که پدرش هم باشه؟ باید من فکر میکنم همین که به ما زنگ زدن، سارا به ما زنگ زده، به من داره نشون میده که این قدرت درونی رو داره که میدونه مشکل خودش نیست. خیلی وقتا وقتی این توهینا به ما میشه با کسانی که الگوی ما هستن، قرار باشه الگوی ما باشن، والدین ما هستن، آدمایی هستن که از ما حمایت باید بکنن ولی به جای حمایت ما رو تحقیر میکنن، توهین میکنن و تحقیر میکنن، روی اعتماد به نفسمون خیلی میتونه اثرهای منفی بذاره. بدجور، یعنی فکر کنیم مشکل ماست، ولی اگر بتونیم به خودتون مدام یادآوری بکنین که رفتار پدرتون ربط داره به شخصیت پدرتون، هیچ ربطی به شما نداره. میدونم اثرهای منفی روی شما داره ولی شما بد نیستین، این رفتارشون تقصیر شما نیست. اگه بتونین اینو به خودتون یادآوری بکنین مدام که خیلی سخته، کار آسونی نیست، و شاید افرمیشن چی میشه؟ به خودتون تاییدای روحی بکنین، به خودتون مدام بگین وقتی مثلا پدرتون پرخاشی میکنه، به خودتون یادآوری بکنین که من آدم بدی نیستم، من آدم خوبی هستم، پدرم دردش از زیاده، شاید مشکل رفتار پدرم مشکل من نیست، نمیدونم. این وقت ممکنه باعث بشه که اون کارهای بدی که پدرش میکنه، فشارهایی که میذاره، اونقدر اون وقت اثر بدی نذاره. درست هم میگه؟ خب یه جورایی میذاره، اثر بد رو خواهد گذاشت. یعنی غیر ممکنه توی خونه زندگی بکنه با یه آدم دیکتاتور، ولی اعتماد به نفست ممکنه دیگه زنه که اعتماد به نفسش رو نجات بده. مثلا این میشه که مثلا یه همسایه هر روز بیاد توی خیابون عربده بزنه، اذیت میکنه ولی روی درونت اونقدر اذیت نمیکنه، اعتماد به نفست این نهایی چیز بشه، چون قبول کردی طرف ایراد داره دیگه. آره. تازه یه چیز دیگه هم که سارا گفتش با مادرم و بقیه فرزنداش، به نظر من که بیشتر از یه فرزند داره. آره. مادرتون هم هستن و همتون دارین رو تجربه میکنین. یه نفر این تعداد، معمولا شرایطی که اینجور چیز اتفاق میفته توی خود خانواده هم جنگ و دعوا شروع میشه، اختلافای زیادی پیش میاد. بد نیستش که با بقیه اعضای خانوادهتون هم بشینین بگین با هم همکاری کنین، ما داریم صدمه میخوریم، این شخص نمیخواد از خودش کمک ما بکنه، ما افتادیم به جون هم چیکار کنیم که لاغر یا این بهتر بشه. ناخودآگاه یه فضای امر بین خودتون درست میکنین، چون من اینو توی خانواده، توی اقوام تجربه کردم. دو تا از اقواممون که مادرشون واقعا اذیتشون کرده بود تو طول زندگی با همین چیزا، بخاطر اینکه خود اون مادر به شدت صدمه خورده بود، این دو نفر واقعا صدمه خورده بودن ولی جرأت این که بیانش بکنن رو ندارن. گفت من اولین بار که با خواهرم در مورد مادرم صحبت کردم 40 خورده سالم بود. واو. که تازه خواهرم گفت تو هم تازه همه زندگی من اینجوری هست. تازه بعد از اون تونستن تو اون سن خودشونو مستقل، با اینکه مستقل شده بودن میتونن یه تیمی با خودشون را بندازن. آره. خیلی آدم ها معمولا اتفاقا کلمه استفاده که خیلی جالب بود، دیکتاتور دوست دارن اختلاف ایجاد کنن، اختلاف بین همه بکنن، پخش بعد اینجوری کنترلت میکنن، چون اگه با هم باشین خیلی سخت قدرتشون از دست میدن. آفرین، خیلی حرف خوبی بود. شما کسی هست که تاکتیکای مثلا این شخصو میشناسن، میتونن مثلا دیگه تاکتیکشون کار نمیکنه، میتونن با هم دیگه هم هنگ کنن. آفرین، تموش. آره، ولی نکته جالبی خوبی گفتی. آفرین به شما واقعا. یه دونه دیگه فقط این تکست بخونم که مردم متوجه بشن ما همه اینا رو قبول داریم. از سیاوش یه پیام داریم که گفته من یک مشکلی که برام پیش اومده، چند سالی است که یه حسی برام به وجود اومده که از پسرایی که فیس دخترانه و حس دخترانه دارن علاقه‌مند شدم. اوکی. مشکل اینجاست که من متأهلم، نمیدونم چیکار باید بکنم، با پارتنرم به پارتنرم بگم یا نه. آخه اونم خیلی دوست دارم، 36 سالمه، 10 سال ازدواج کردیم و حس میکنم اگه همه چیو بهش بگم ممکنه ارتباطمون به هم بخوره. پس یه تازه متوجه شده که با اینکه پارتنرم داره پسر هستش، پارتنرش هم یه زن هستش، حس میکنه که شاید از پسرام خوشش میاد، نگران این قضیه است. Okay. بازم برمیگردیم به این قضیه که شما ممکنه دو جنس گرا باشین. دو جنس گرا هم به شخص میگن که به بیشتر از یک جنسیت گرایش داره. حالا اینکه
شما به مردهایی که رفتارهای منتسب به زنانه دارن گرایش دارین، یا مثلا شاید خودتون نمیدونی برای شاید مثلا به زنان ترنس شما گرایش دارین، اینا سلیقه جنسی چیز از تا جای مادامی که اشخاصی که باشون وارد رابطه جنسی و عاطفی میشین بزرگسال باشن و با علاقه و رضایت وارد رابطه بشن و شما هیچ تعهدی که اون موقع دارین رو نشکنین. الان تعهد شما تعهد کردین وارد یک ازدواج تک همسری شدین. حالا دارین چیزی در مورد خودتون کشف میکنین. اینطوری که من از پیغامتون متوجه شدم تا حالا با شخص دیگه وارد رابطه نشدین، فقط یه حسی که تو خودتون کشف کردین. به نظر من گفتن این به شریک جنس، به شریک زندگیتون نباید چیزی. اگه رابطه‌تون سالمه، من همسر دارم ولی مثلا تو تلویزیون انجلینا جولی هم میبینم حال میکنم میگم چرا خوشگله، ولی اتفاقی نیفتاده. دقیقاً گفتنش اگه رابطه‌تون سالم باشه به ولی خب شاید نگرانه که اگه به همسرش یا پارتنرش بگه که این شخص که من این احساسو از جنس مثلا مردم هسته، شاید فکر میکنه این دوچاره اشیوی بشه. و میتونه بشه بستگی به پارتنرشون داره. بعضی پارتنرها خیلی دوست دارن اینو بشنون، مرسی که بهم گفتی، به من اطمینان کردی، بهم گفتی. بعضی پارتنرها مثلا شاید بخوان جدا بشن، مثلا چطور میتونی فکر رو بکنی. بستگی خب الان قضیه دوستمونم همینه، چیکار کنه، بگه یا نگه، قایم کنه که خیلی بده. یعنی اذیتش میکنه نه؟ به نظر من گفتنش خیلی مهمه، به خاطر اینکه احساسشون، هیچ مشکلی با احساسشون نیست. یعنی حتی اگه عملشو که انجام ندادن، فقط این احساسو دارن در موردش میخوان آشکارسازی بکنن، میخوان بیشتر درش. اینو میتونه بیشتر تاکید کنه که من ممکنه فقط از دیدن دارم مثلا خوشم میاد، ولی دلیل نمیشه که بخوام کاری بکنم. شاید الان کشف کرده این حسو توی خودش. آره. هنوز شاید خودش نمیدونه چه کار کنه. خودش الان کلی علامت سوال داره. ولی نمیتونه اینا رو تنها حل بکنه، ولی رابطش هم شاید بخوان به اینجا برسن که خب این رابطه ادامه دادنش فایده ای نداره. شاید به اینجا برسن که این رابطه باید باز بشه، افراد دیگر رو باید رابطه کنن. شاید به نتیجه برسن که حالا من این حسو دارم، ولی عشق و تعهدم روی توه. چون اطلاعات زیادی نداریم در مورد، من احساس میکنم شاید اولین کسی که در مورد این صحبت بکنم پارتنرشون نباشه، شاید برن مثلا با یه نفر دیگه صحبت بکنن. چون باید درستش هم نمیدونیم. آره، که تایید بشن، که بدونن آدم بدی نیستن، این احساسات طبیعیه، میاد آره. میره، میتونه بمونه، ولی تایید بشن با یه نفری که متخصص تایید بشه در واقع. درسته. بعدن وقتی احساساتشون بیشتر فهمیدن در موردش صحبت بکنن با پارتنرشون. شاید پارتنرشون اولین کس نباشه. آره، پس چیزی که آتش داره میگه سیاوشان اینه که احتمالاً راه بهترش اینه که با پارتنرت صحبت بکنی، ولی شاید اولین کسی که میخوای باهاش حرف بزنی نباشه، چون هنوز خودت هم مطمئن نیستی چه جوری باید اینو بیان بکنی. مرسی. پس بهتره که مثلا یه روانکاوی کسی رو ببینه که از نظر حرفه‌ای درسش رو خونده باشه، بعد درست مطرح کنه، چون ممکنه اشتباهی یه چیزی بگه که منظورش هم نیست، همه چی به هم بزنه. اینم تو پرانتز بگم، حالا شاید خیلی 100% مرتبط به حرف سیاوش نباشه، ولی چون دو تا تماس داشتیم که در مورد بایسکشوالیتی بود، دو جنسگرایی بود و برنامه سوم ماه پرایدمون هم هست، باز یادآوری بکنیم که گرایش جنسی مثل هویت جنسیتی یه بازه است و یک چیز سیاله. خیلی از ماها یه جایی روی این بازه ثابت میمونیم بیشتر زندگیمون، ولی برای بعضی از ماها این گرایش جنسیمون سیاله، یعنی روی این بازه میریم میایم. شما ممکنه بعضی از که بیشتر خودتون رو بشناسین متوجه بشین که شاید گرایشتون بیشتر به جنس مخالفه و با همسرتون راضین، شاید چیز دیگه رو متوجه بشین، شاید تو مراحل مختلف زندگیتون این عوض بشه. به خاطر همین نمیتونین اینو توی خودتون نگه دارین و حلش بکنین، باید حداقل شریک زندگیتون بدونه این قضیه. احتمالاً خود سیاوش هم چون شاید الان متوجه این قضیه شده، اول باید جوابای سوالای خودشو بده که با اون اوکی بشه، بعد بهتر میتونه. من یه دوستی داشتم که ازدواج کرد بود، یه آقای بود که ازدواج کرد بود با یه خانوم، بعد از 5-6 سال متوجه شد یا تازه تونست به خودش اعلام بکنه که دو جنسگرا هست. آها. و از مردا هم خوشش میاد. با همسرش مطرح کرد و همسرش گفتش که ببین، تو تمام این سالها من جرات نشدم به تو بگم که منم دو جنسگرا هم. تازه خوشم میاد که دو تا آدم دو جنسگرا با هم دیگه ازدواج کردن که حالا تصمیمای دیگه‌ای برای زندگیشون گرفتن. یعنی میتونه راههای جدید و بهتری رو باز بکنه برای هر دوشون. ولی بالاخره صحبتشون معمولاً یه رابطه سالم صرفاً به خاطر بیان کردن گرایش جنسی شما نباید تموم بشه. درسته. مرسی بچه‌ها.
پایان برنامه هم رسیدیم. خسته نباشین. میتونین از طریق شماره تلفن 201-268-94-076 در سیگنال و واتساپ و تلگرام پیام صوتی بذارین و مشکلتون رو بگین. ما هم همه پیام ها رو چک میکنیم، مسیج های نوشتنتون هم چک میکنیم و برای شرکت در برنامه آینده با تون تماس میگیریم. مرسی. شبتون بخیر و در برنامه اسفنج سوالی ممنون نیست. شبتون صدای آمریکاست.